حاضرین نهایت عالی قدر قهرمانان محترم ورزش ام‌ام‌ای افغانستان، رؤسای محترم صف‌ها، رسانه‌های رسالتمند، مهمانان نهایت گرامی، حضور گرم و صمیمی تان را به محفل امروز که حق در قرارداد مسابقه قهرمان محبوب و پرافتخار ورزش افغانستان محترم باز محمد مبارز با سازمان محترم و پر افتخار استلیفسی می باشد، خیر مقدم و خوش آمدید می گوییم. امروز ام‌ام‌ای افغانستان سازمان پر افتخار استلیفسی و قهرمان محبوب مبارز یک فصل نو متفاوت را آغاز کردند، فصلی را که همه بی‌صبرانه سالها انتظارش بودند. این یک نوید بسیار بزرگ با مردم رنجیده افغانستان، بر رزمیکاران افغانستان که یک قهرمانشان در داخل کشور با یکی از بهترینای قهرمانای خارجی داخل قفس مبارزه میشه و بدون شک برگزارین برنامه، این برنامه بزرگ ملی در تحکیم صلح و وحدت ملی رول بسیار عمده و اساسی خواهد داشت. ما در این بخش برنامه از محترم امان الله نورستانی، رئیس عملیاتی سازمان محترم استلیفسی، خواهش میکنم تا در رابطه صحبتهای داشته باشند. بعد از او قهرمان ما و همچنان رسانه های محترم داخل میشه که سوال جوابی داشته باشند رای کنند. تشکر. دوستای نهایت عزیز و گرامی، سلام علیکم و رحمت الله و برکات. همگی میفهمه که من زیاد خوش ندارم سخن بزنم، زیاد غیر از اینکه کار و وظیفه ایم است داخل سازمان SLFC که اکان برنامه ها را بر شما پیشکش کنم. مردم خیلی خیلی و خیلی زیاد منتظر از این روز بودن که یکی از بهترین قهرمانای افغانستان در داخل کشور، باز محمد مبارز، با بهترین سازمان ام‌ام‌ای افغانستان SLFC بپیونده و داخل کشور افغانستان یک مسابقه بی سابقه دار انجام بده و خوشی ها را به دل های همگی ما و شما که علاقمند ام‌ام‌ای هستیم، علاقمند باز محمد مبارز هستیم و علاقمند ورزش در کل هستیم، یک خوشی برای شما دوستا در این وطن رنج زده بیارن. انشالله رحمان امروز او فکری که همگی ما داشتیم به حقیقت تبدیل شد. باز محمد مبارز با سازمان SLFC قرارداد میکنه امروز و همچنان برای باز محمد مبارز و سازمان SLFC یک روند جدیده که روند قهرمان پذیری هست، روند بگویم که فراتر از نقد و انتقاد که سالها در مورد باز محمد و در مورد سازمان SLFC شده هست، یک روند جدید هست و این روند ما 100% اطمینان میتم که همگیتان میپذیرین، ما هم پذیرفتیم و یک افتخار بسیار کلان است افغانستان. میخوایم برتان بگویم که سازمان SLFC از 5 سال اخیر کوشش های فراوانی کرده که چهره های نو افغانستان در داخل قفس ام‌ام‌ای بر شما به نمایش بگذارد و الحمدلله شما شاهد کار ما بودین و او کاری که با صداقت کردیم او را شما هم پذیرفتیم و امروز افتخار میکنیم هم سازمان SLFC هم مردمی که بیننده های ما هستند که همچون یک سازمان در افغانستان وجود داره که کارهای خود به صداقت پیش میبره.
می خواهیم که یک نکته را اضافه کنم. دیروز ما در فیسبوک ها می دیدم یک دوست ما یک کامنت انداخته بود که خدا کنه که این پیوند نتیجه خیلی خوب بتر در داخل سازمان SLFC و نام سازمان نمی گیرم، خود گفت خدا کنه که مشکلاتی که در دیگه سازمان ها و در دیگه فایت هایی که شده قبل از این او رقم یک مشکلات در سازمان SLFC و در مسابقه بازمامد مبارز نباشه. من اطمینان میتم که سازمان SLFC همیشه از شروع کار تا وقتی که این سازمان وجود داره با صداقت کل کار میکنه و انشالله رحمان شما مردمی که از پیش ما یک تقاضای دارین، او تقاضا مسئولیت ما هست و او را مسئولیت دانسته ما کار میکنیم و در چشم هیچ کس ما خاک نمندازیم نه انداختیم و انشالله و رحمان اطمینان میتم بر شما که سازمان SLFC از او سازمان های نیست که به یک فرد یا به یک شخص یا به یک سیاسون یا مردم های دیگه که ربط دارن به سازمان های دیگه وابسته باشه. ما 100% در این مورد استقلالیت خود داریم و انشالله و رحمان صداقت خود از اول تا آخر حفظ میکنیم. دیگه تبریکی میگم به بازمامد مبارز، یک چانس خیلی خوبه است. من میفهمم که سالها شد ما و بازمامد مبارز در مورد از این موضوعات گپ میزدیم، همیشه ارمان داشت که در داخل افغانستان مسابقه کنه و همیشه میگفت تا بال سازمان نیست که ثابت کرده باشه که مسابقه مرا برگزار کنه و من افتخار از این میکنم، سازمان SLFC افتخار از این میکنه که امروز بازمامد مبارز باره یک قهرمان ما را لایق از این میدانه که مسابقه خود در سازمان SLFC بگیره. بر ما هم یک جای کلان هست، جای کلان افتخار است و همچنان ما هم فکر میکنم که با بازمامد مبارز هم یک پلتفرم خیلی خوبی است که به هزارها و به میلیونها مردمی که علاقمندشان هستند میتونن که امدفعه بازمامد مبارز در داخل تالار بیاین و از نزدیک فایتشان را مشاهده کنن. دیگه کدام گفتنی ندارم، باز هم به همه دوستای خود، به هموطنای خود، به مردمی که علاقمند سپورت هستن، علاقمند MMA هستن، علاقمند سازمان SLFC هستن و علاقمند باز محمد مبارز هستن یک تبریکی میگم. تشکر از همه تان که امروز اینجا آمدین و تشکری خاص میکنم از رسانه هایی که امروز ما را کاور میکنه. تشکر بسیار زیاد. حال از قهرمان محبوب و پر افتخار MMA افغانستان محترم باز محمد مبارز خواهش میکنیم تا سخنان خود را ایراد فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه میخوایم از تمام حاضرین در این محفل به خصوص اساتید نهایت گرامی، مهمانای بزرگوار، جامعه ورزشی، قهرمانای خیلی پر افتخار و پر درخشان افغانستان، اعضای محترم فدراسیون عمومی ورشای رزمی و رئیسای سبکا، هیئت محترم سازمان SLFC، مطبوعات عزیز، بخصوص استادای عزیزم که اینجا تشریف دارن، استاد واسه قیمی، قهرمانساز افغانستان، مقصودی صاحب، هنرمند پر افتخار افغانستان، آجی صاحب لطیفی، رئیس عمومی شرکت شعر، جناب باوی صاحب، معاون فنی و مسلکی، اسبق ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان، استاد جمشید بگزارپور و تمام استادای نهایت عزیزی که اینجا تشریف دارن، دارابی صاحب، سلام و احترام مرا قبول بکنین. بسیار جاف خوش هستم، افتخار میکنم که در جمعی از بزرگا، اساتید، جامعه ورزشی، مطبوعات عزیز و مسلک های خودم میبینم. من نمیخوایم زیاد صحبت بکنم، میخوایم در دو سه مورد
صحبت بکنم و روشنایی پرتم واضح بسازم اینکه چرا ما در داخل افغانستان برای بار اول از تصمیم گرفتیم که یک مبارزه بکنم و چرا این مسابقه را در سازمان محترم SLFC می خواهیم برگزار بکنم. این شاید سوالایی باشد در ذهنای یک تعداد از دوستا و مردم افغانستان، او را واضح بسازم خدمت شما و مطبوعات عزیز. امر رقمی که شما در جریان هستی، مردم افغانستان در جریان هستند، ما و تیم ما بخصوص استاد واسه قیمی و تمام اعضای محترم فدراسیون عمومی ورشای رزمی افغانستان به خاطر بنیادگذاری ورزش MMA و رشد ورزش MMA سراسر افغانستان و تشویق استعدادهای نخبه افغانستان در روی صحنه آوردن استعدادها سالها به این طرف، از 12 سال به این طرف است که ما تلاش صادقانه داریم که امروز شکر الحمدلله ما شاهد هستیم که ورزش MMA محبوب ترین ورزش در قاط 54 رشته که در افغانستان است بیشترین محبوبیت خود را طرفدارای خود دارد و امی تلاشا و کارهردا باعث شده که خوبترین سازمانا ایجاد شوه و در عرصه MMA به خاطر رشد MMA و جوانای MMA در مرکز ولایات تلاش بکنند. از جمله او سازمانی که امروز ما بالای خودشان مدیریتشان افتخار میکنم، او سازمان SLFC است. من میخواهم قصه را کوتاه بکنم. ما از سال 2015 به این طرف تصمیم داشتم که تیم خود که یک مسابقه خیلی بزرگ در افغانستان برگزار بکنیم. هم رقم که سالا در قفسهای بیرون از کشور رفتیم مبارزه کردیم، مبارزات جالب ما در افغانستان در حضور خود مردم افغانستان داشته باشیم. و بر شما معلوم است که اولین سازمانی که در افغانستان ایجاد شد به نام AFC سازمان خوب معتبری است که با یک تیم مجهز با اتفاق تا این لحظه را کارهای خوب کرده، قهرمانا و چهرهای خوب را در جامعه تقدیم کرده. ولی ما تیم ما را اجازه نداد که ما در سازمان خود ما در سازمان AFC مسابقه کنیم به خاطر بعضی از نزاکتهایی که باز بعدنش به بار می آید به خاطر. و ما تیم سازمان محترم SLFC از سال 2016 به این طرف ما جلسات مکرر داشتیم به خاطر برگزاری مسابقات، ولی بنا به بعضی از ملاحظاتی که ما داشتم یا داشتن این مسابقه ما موفق نشدیم این مسابقه را برگزار کنیم. اما امروز که موفق شدیم دو دلیل داره. دلیل اولش این است که مردم افغانستان، نظام افغانستان برای همچو یک رویداد ملی که کل ملت افغانستان تشنه یک لبخند، تشنه اتفاق، تشنه اتحاد و گرد بر آمدن هستند، نیازمند هستند. و ما میخواهیم برای بار اول بزرگترین شوی ممیرا، بزرگترین شوی واقعی ممیرا در افغانستان تمثیل بکنیم. و این برمیگرده افتخارش برای MMA افغانستان، برای سازمان SLFC و ای که مردم شاد میسازیم و در اون شب تمام ملت افغانستان دو چشمشان با مسابقه مبارز میکشانیم، با یک افغانستان فکر میکنن، کف میزنن. این بزرگترین آرزوی ما و بزرگترین دستاورد ماست. و از طرف علتش دیگه ایست و تبت ما و تیمم بررسی کردیم، در این جای شک نیست 12 یا 11 دور که سازمان SLFC مسابقاتشان را برگزار کردن، بدون شک در ابتداعات مشکلات های به برگزاری مسابقاتشان وجود داشت، ولی در یو آخر ما توانمندی مدیریتشان مشاهده کردم که اینا میتونن مسابقه امی که هدف ما داریم یک مسابقه بزرگ و رفعی را در افغانستان برگزار بکنیم
توانمندی برگزاری این مسابقه را میتونن که یا زمینه سازی بکنن. به او خاطر ما در جلساتی که داشتیم ما به تفاهم رسیدیم و ما قرار است که 3 فایت در این مسابقه و در این قرارداد امضا بکنیم و این فایت 3 فایت متواتر هر وقتی که سازمان محترم سلفسی خواسته باشه این 3 فایت ما میتونم که انجام بدم. ولی در عین حال ما در بند قرارداد از یا نیستم، به این معنا ما آزاد هستم، میتونم که با تفاهم با سازمان SLFC در سازمان های بزرگ دیگه که هست ACA و NFC بریف در این سازمان ها من میتونم در عین زمان فایت بکنم. به او خاطر ما امیدوار هستم انشاءالله و تعالی توجه شما دوست دارم و توجه تیم SLFC را، توجه اعضای محترم فدراسیون عمومی ورشای رزمی را خواهان هستم که ما یک شوی خیلی بزرگ واقعی را در افغانستان تمثیل بکنیم که در اون شو تمام مردم افغانستان از این مسابقه لذت ببرند. من میخواهم در آخر بازم یک بار دیگر تشکر بکنم از حضور گرمتان و تشکر خاص بکنم از آجی صاحب بزرگوار، آجی صاحب لطیفی که همیشه آمی قهرمانای پرافتخار افغانستان بودن و در این برنامه قرار است اینیا لطف و بزرگواری بکنن از این برنامه ما حمایت بکنن و یا اسپانسر شن که ما ازتان سپاسگزاری و تشکر میکنم. قدمایتان رنجه کردین، بسیار زیاد تشکر از حضور گرمتان. اگر کدام سوال داشته باشی ما در خدمتتانه. حال لحظه میرسه که بزرگترین قرارداد MMA در داخل کشور امضا میشه و ما از هر دو جانب خواهش میکنم که در حضور رسانه های محترم وزار نهایت عالی قدر این تفاهمنامه یا این قرارداد را به نام خداوند بزرگ امضا کنند و بعد از او ژورنالیست های محترم میتونند که سوالاتی داشته باشند. ما هم به نوبه خود تبریک میگم با امید موفقیت هر دو تیم بزرگ. حال از ژورنالیست های محترم اگر سوالی داشته باشند در خدمت هستیم. قهرمان عزیز ما و جناب نورستانی صاحب رئیس عملیاتی سازمان SLFC در خدمتتان، شما میتونید سوالاتتان را مطرح کنید. تشکر. نورستانی صاحب در مورد دور 12 بگوین که چند فایت برگزار میشه، کدام ورزشکار از کدام کشور ها میاد و حریف باز محمد کی است؟ بله، مثل که شما البته فرمت برنامه را بلد هستین، ما 8 مسابقه داریم. 4 تاش در اندرکارت است، 4 تاش در مین کارت است و مسابقه مرکزی از باز محمد مبارز هست و باز محمد مبارز با یکی از فایترهای یوکرین امدفعه در داخل قفس میشه که این فایتر البته یکی از بهترین های یوکرین است و بالاتر از 18-19 ریکارد داره و کسی نیست که ما بگوییم که به خود مبارز هم یک حریف آسانی باشه که مبارز بتانه که مسابقه را بسیار با آسانی ازش ببره. خیلی تجربه کار هست، کارهایی که استادپای میکنه. انشالله شما متوجه به فیسبوک های ما باشید، ما هم مشخصات فایتره و همچنان مشخصات فایترهای دیگر هم برتون به هر چیز زودتر در فیسبوک اعلان میکنیم. مین کارت ما هم اعلان میشه، فایترها هم دفعه از یوکرین و از ایران هستن. بیشتر هم موضوعات کرونایی هنوز هم اجازه بر فایترها نمیده که آزادانه بتوانند که سفر کنند به کشورهای دیگر، بالخصوص به کشورهایی که پروسه های قرنطینه درست نداره که متاسفانه افغانستان یکی از اون کشورها هست. پس خیلی مشکل میشه که از خارج ما
فایترها را بخوایم، خیلی به مشکل و بسیار به سازشی کار کردیم که توانستیم از یوکرین یکی از فایترهای فکر کردیم که در ردیف اول و دو یوکرین می آیا بخوایم به بازمامد مبارز، و یک فایت خیلی دیدنی و جالب هست و به هیچ نوع قهرمان ما اینجا ششته پالوی ما بازمامد مبارز ششته، به هیچ نوع به بازمامد مبارز این فایت آسان نیست، باید خیلی زحمت بکشه، باید خیلی زیاد سر تکنیکای خود کار کنه و انشالله پیروز شوه. فایترها را همیشه SLFC انتخاب کرده که دو زیاد مردم گفتنی نداشتن، جوربندی هایی که ما میکنیم یا میچ میکینگی که میکنیم شما همیشه پذیرفتین، و این دفعه هم یکی از بهترین فایترهای روسیه و یوکرین در داخل افغانستان میشه با مقابل بازمامد مبارز. بسم الله، درود احترام خدمت جناب مبارز. میبخشیم میگفتین که آیا آمادگی هایتان داخل افغانستان میباشه یا باز هم میخواین برین با پوکتاب تیم؟ اگر رضای خدا باشه با همکاری دوستای ما تیم ما که در روسیه هست زمینه را بر ما مساعد کردن در بزرگترین کمپ روسیه یعنی احمد کلب زمینه را مساعد کردن، اگر رضای خدا باشه تا آخرای هفته یا در شروع هفته جدید ما به مدت یک ماه کابل ترک میکنم به قصد روسیه در احمد کلاب تمرین های ما قرار است اوجا به خیر پیش ببرم. بسم الله الرحمن الرحیم. نورستانی صاحب، زما پوښتنه له تاسو څخه ده، په نورو ولایتونو کې هم د لوبو پلان لري که نه؟ په لوی ولایتونو کندهار، هرات، ننګرهار او د نړیوالو پام راړول افغانستان ته، ځکه ورزش یوازینی لوبه ده چې ورزش یوازینی شی ده چې د نړیوالو پام ځان ته راړولی شي، او مشخصا ویلی شي د قهرمان د هری په اړه باندې چې د کوم هیواد د وزن په اړه باندې نور مشخصاتو په اړه باندې. مننه. مننه ګرانه. نن سهار چې زه د خوبه پاڅېدلم، البته همدغسې یو فکر زما په مازغو کې راغلی، ما د کندهار فکر کوو، مال څومره به ښه شي چې بعد د دې مسابقې نه مونږ کوو کولی شو چې قندهار ته لاړ شو. ستاسو خبره صحیح ده، مونږ دغه مسابقې البته مختص کابل ته کړي دي و دا کار باید ونه شي، مونږ باید نور ولایتونو ته هم لاړ شو. صحیح ده چې امنیتي ستونزې دي، خو مونږ که ځان ته MMA کاران وایو، مونږ که ځان ته ورزشکاران وایو، او دغه سکونه او دغه لغت چې زمونږ په خولو باندې لګیږي او مونږ هغې نه یار یا ډار نه لرو، نو ولې مونږ د امنیتي ستونزو نه وډار شو او لاړ نه شو دغه منطقو ته؟ نو انشاءالله و رحمان تاسو ټولو ته مې وعده ده چې دا MMA او دا SLFC صرف و صرف کابل ته نه پاتې کیږي، مونږ به خپل نور برنامې قندهار او هرات او جلال آباد او همدغسې زمونږ چې کم غټ غټ ښارونه دي په افغانستان کې دې ته یې وړو. زمونږ ټیم سیار دی، انشاءالله ټولو مونږ سره دې کار کې همکار دی، او صرف و صرف د کشور په هدف مونږ فکر نه کوو. زمینه اوسه پورې مساعده نه وه چې مونږ SLFC البته تاجکستان، ازبکستان، پاکستان، هند یا دوبۍ ته یوسو، خو اوس فکر کوم چې لږ لږ لارې مونږ ته مشخص شوې دي، او بعد د نه چې دغسې یو ملي کمپین په افغانستان کې مونږ شروع کړو، دغه غټ ښارونو کې البته یو یو مسابقه وکړو چې هغه دوستان هم چې کوم څوک نشي کولی شي کابل ته راشي، مونږ وکولی شو چې د هغې کورونو ته لاړ شو، هغې سره نږدې نه وګورو، هغې د زمونږ د مسابقو نه دا یعنی ډېر جدا خبره ده. یو شی چې تاسو په تلویزیون کې وګورئ د هغه جذابیت خپل په ځای کې، خو چې تاسو خپله په سټیډیم کې راشئ او د خلکو احساساتو سره خپل احساسات برابر کړئ، د خلکو هغه چغو سره خپل چغې ووهئ، نو هغه ډېر کیفیت خاص لري. نو انشاءالله و رحمان په دې باندې زمونږ کار کوو. مشخصات البته د خپل د حریف زه به باز محمد ته چانس ورکم چې خپله تشریح کړي، ولی چې زه څومره هم تاسو ته ووایم چې دغه حریف د یوکرین نه دی، او زما په نظر د یوکرین فایټرانو کې ټاپ 5 فایټرانو کې راځي، بهترین 15 کې راځي، آسان حریف نه دی په هیڅ لحاظ، او د تخنیک د حساب نه د ګراوند ګیم وایو یا د ځمکې چې کوم لوبه ده چې پهلوانی او کشتي پکې راځي او جوجیتسو پکې راځي، جودو پکې راځي، یا که په خپو باندې ودرېږي څوکونه وایي او لغتې وایي، سټینډ اپ دواړه لحاظ نه ډېر تکمیل فایټر دی،
او ما مخکیم تاسو په فارسی کې دا خبر وکړله په هیڅ لحاظ دا فایټ باز محمد دپاره آسان فایټ نه دی او باز محمد د باید خپل ځان چمتو کی باز محمد د باید خپل تر اوسه پورې چې څومره زحمت ویستی دی هغې نه دوه چنده او درې چنده نور زحمت وباسي تر څو چې وکولی شي چې یو ښه فایټ وکړي په قفس کې. فرمایئ. ببخشین جان محمد جهید هستم، مسئول سازمان سفن، و خواستم یک سوال از شما داشتم جناب نورستانی صاحب. و امروز جای بسیار بس خوشی است که جناب مبارز صاحب امروز قرارداد بسته کردن، یک افتخار بزرگ البته از سطح افغانستان است و بالخصوص به سازمان شما. و دویم سوال من این است که جناب نورستانی صاحب، ما یک سایت داریم به نام سایت شیرداغ و چون شما قرارداد میکنین با فایترهای افغانستان و یک کسی که اگر ما در افغانستان فایترهای ما را ببینیم که و سبتای شیرداغ ندارن، آنها میتونن پشت صحنه فایت بکنن و کسایی که سبتای شیرداغ دارن 3 یا 4 سبتای شیرداغ جهانی دارن، آنها بتونن باید قرارداد بکنن با لایف لایف مسابقه بکنن. بدبختان اینها اگر سبت شیرداغ هم داشته باشن، اینها پس چرا دلیلش چیه که پشت صحنه فایت نکنن؟ اینو برام شما باید بگوین. خب تشکر. سوال فکر میکنم از بحث های خود مجلس ما یک ذره دورتر است. خب وضاحت برتان بکنم که هر سازمانی که فرض مثال مسابقه را دایر میکنه، به نظر من کدام ضرور نیست که فقط و فقط به خاطر ازی که در شیرداغ یک ریکارد داشته باشه سازمان معتبر باشه، چون که خیلی زیاد سازمان ها جور شدن و باز اونمون سازمان ها سقوط کردن یا وار خود دولت های اجازه اگر نداده که یا مسابقه را پیش ببره، به خاطر ازی که اونجا تقلب وجود داشت، به خاطر ازی که اونجا شرط و شرط بازی بود، به خاطر ازی که صحنه سازی های ورزشی داخل مسابقات خیلی زیاد میشد. این سازمان های خرد و ریزه افغانستان و پاکستان هم اگر نمیزنم، این سازمان های هست که در روسیه و در انگلستان و در بلاروس و در امریکا هم بودن. پس اگر یک واقعا یک ورزشکار میخواه فایت کنه، به من ثبت شیرداغش اوقع مهم نیست. البته این مهم است که کت کدام سازمان ایس فایت کرده، و اگر سازمان معتبر است پس من میپذیرمش، اگر معتبر نیست و باید مثل هر دوست دیگه ما که راه میخواه پیدا کنه به مسابقات شب نبرد در تورنمنت داغ از دا میدان داخل کنن خدا، ثابت کنن خدا که فایتر خوب هستن. بهترین راهش است، یک پروسه خیلی شفاف است، همه چیزا ثبت شدگی، ویدیو شدگی به یوتیوب ما البته اپلود میکنیم، بعد از او بر همگی ثابت میشه چی او شیرداغ باشه چی ما باشیم. ببینین یک گپ برتان میزنیم این پشت شیرداغ از یاد نگیرین. شیرداغ یک وبسایت است، یک وبسایت خصوصی است. من امروز میتونم که یک وبسایت و یک دیتابیس جور کنم، هر فایتری که فایت میکنه بر من فقط و فقط معلومات خود روان کنه و نتیجه رزلت فایت بر من روان کنه، من ثبتش میکنم. شیرداغ کدام منبع اعتبار فایت درست و غلط یا بس ثبوت ساختن فایتر نیست، یک دیتابیس اینترنتی است که اونجا همگی میتونه که ریکارد خود ثبت کنه. پر ما باز میاری که ما میخواهیم که در ام در داخل افغانستان داشته باشیم، اون میارها فقط و فقط برای شیرداغ ربط نمیگیره. البته هر کسی که در شیرداغ هم یک مسابقه ثبت داره، دو مسابقه ثبت داره، ما تقاضای زیر میکنیم که شما ویدیوهایتان رو بر ما روان کنین، ما ببینیم که در کدام سازمان شما مسابقه دادین. اگر یک سازمان باشه که یک 3-4 دوره مسابقه را دایر کرده و هر کدامش هم که است در بین یک دو مسابقه 3 مسابقه تقلب صورت گرفته، پس او بر من میار شده نمیتونه و او فایتر بر من فایتر میاری نیست. من میخواهم در این قسمت یک کمک معلومات بتم. عریف البته که پیشتر نورستانی صاحب گفت از طرف سازمان بر من معرفی شده و ما عریف چک کردیم، سرش تحقیق کردیم، البته یک هفته مسر عریفم تحقیق کردم، تمام سوانش ها، فایتایش ها، بکگراندش ها مطالعه کردیم. من میتونم گفته شاید که عریف سخت باشه برای من، شاید مرا لط بتونه بکنه، ولی شاید مسابقه را از من برده نتونه، به دلیل از این که ما شاید آمادگی های بسیار خوب بگیرم. امرقم شما در جریان هستین که مسابقه قبلی ما در مسکو بنابر نداشتن آمادگی خوب که در وطن داشتم خوب تیر نشد و عریف قبلی ما از ریکورد خوب برخوردار نبود، ریکوردش کم بود. شاید خوبترین فایترش
و باریکورترین فایترش اینمی فایتر بود. ما خودم ایره تایید کردیم و خودم که این مبارزه میکنم در او شو میخواهیم که یک مبارزه خوب بر مردم افغانستان نشان بدیم. ای که میبرم یا میبازم او مسئله جداست، ولی مردم افغانستان فکر میکنم بسیار زیاد خوش داره یک مسابقه خوب و جنگی را باید ببینن. بسیار عامیانه بگویم مردم افغانستان خمار یک مسابقه خیلی خوب هم او را از آدرس بازمامد مبارز است. ولی امیر واده کده میتونم که یک فایت بی سابقه خواد دید افغانستان شد در او شو انشالله که کل مردم افغانستان لذت ببره و باور دارم که در باخت ما یک تعداد زیاف علاقمنده هم خواد عشق ریختن و در برد ما انشالله دست خوشحالی بعد از پیروزی خواد عشق ریختن. به او خاطر زندگی سپری میشه و من تا آخر فایتر نمیمانم. شاید که یک چند سال پس از فایت کدن خدافیزی کنم، ولی میخوایم در تاریخ در حضور مردم افغانستان، در ذهنای مردم افغانستان، در چشمای مردم افغانستان یک فایت خوب واقعی را به یادگار بمانم. تشکر بازمامد. یک چیز میخوایم که مشخص بسازم اینجا یک پایی که من میسنم. البته اگر میگم که این مسابقه مسابقه آسان نیست، دو دلیل داره. یکی که شما دیدین که ما در تلویزیون هم کارشناسی MMA را کردیم. خیر، اگر یکان مردم مرا کارشناس MMA نمی دانن، کار خودشان است. خب هر گپی که تابال زدیم، زیادتر گپایی که تابال در میدیا زدیم، در مورد فایت ها زدیم، یا پیش بینی هایی که کردیم یا بعد از فایت یک تحلیل تکنیکی را کردیم، الحمدلله خداوند هیچ وقت مرا نشرمانده و مردمی که به ضد ما خیستن گپ زدن همیشه نقدایشان که از بیجا بوده، گفتم ایتان به صراحتی گپه. زیاد مردم فعلا در فیسبوک ها مردم افغانستان واقعا شرمنده ازی هستن که چرا یک فایتر در داخل افغانستان بیایه و تهدید شوه و همچون یک مسابقه را ببازه. و ما در صفحات مجازی این گپه خیلی زیاد تعقیب میکنم و زیادتر مردم نگران ازی هم هستن که نشه که بازمامد مبارز سازمان SLFC بیایه و همچون یک کار بکنه که باز هم امو تاریخ تکرار شوه. به این خاطر بر شما میگم که دلتان جمع باشه. ایو فایتر نیست اول که یک فایتر ضعیف باشه و رکارد از او هم بالا هست خیلی و از نگاه تکنیکی و مسلکی هم یک فایتر کامل است و ای گپ در دل کسی نباشه که اینجا هم یک تخطی خواد صورت گرفت. اصلا سازمان SLFC برق گرفت مره. اصلا سازمان SLFC هیچ وقت هم همچو کارا را اجازه نداده و بعد از ایام نمیده. مطمئن باشین که سازمان SLFC سازمان خودتان است و اطمینان و اعتباری که سر سازمان ما دارین همیشه داشته باشین و هیچ وقت هم ما برتان گفتم اطمینان و اعتبارتان که از مسئولیت ما هست و ما مردم مسئول پذیر هستیم و هیچ وقت هم شاید اینطور کار نکنین که ما نکنیم که انگشت انتقاد سر ما بالا شود. انشاءالله با امید موفقیت ورزش افغانستان، با امید پیروزی قهرمان عزیز ما در این مسابقه مهیج که سالهای سال مردم منتظرش بودن، با امید موفقیت سازمان پرافتخار SLFC افغانستان تشکر میکنم از حوصله‌مندی عذار نهایت گرامی رسانه های رسالتمند. تشکر. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.